фестивал бо клипи оғоз гардид, ки дар он марҳилаҳои нахустини синамои тоҷик омадани аввалин қатора аз заҳмату талошҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи расидан ба истиқлолияти комили давлатӣ таҷассум ёфта. Зимнан матни клип ва наворҳои ҷазобу ҷолиби он ҳар як иштирокчии толоро ба вашд меовард. برای شرکت در دومین فستیوال تلویزیونی فیلم های مستند سیما شماره زیادی اخلاصمندان سینما جمع آمده بودند. همچنین سرود ترانه های دلانگیز و جذاب با فستیوال جلو و تابش خاص ادامه کرد. یک بزمی باشکوهی سینما است و تبریک میگویم همه اونهایی که نامینانت این آزمون هستند و همه اونهایی که دست اندرکار این چورابینی باشکوهی فرهنگی هستند و همه اونهایی را که جایزه میگیرند تبریک میگویم و همه اونهایی را که در این کار موفق شدند و یک بزمی باشکوه زیبا را آرستند موفق کردند. امسال دومین فستیوال تلویزیونی فیلم های مستند سیما از طرف مؤسسه دولتی تلویزیونی سینما و دستگیری به واسطه کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به 28مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، 90مین سالگرد تاسیس یابی کینوی تاجیک، اعلان گردیدن سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در سطح بلند دایر کرده شد. فستیوال مذکور پیش از همه با مقصد جلب توجه دایره وسیع تماشابینان منعقدان ساحه، همچنین ایجادکاران با سطح و صفت فیلم ها و برنامه های تلویزیونی گذرانده شده، بار دیگر هر یک سینماگر را وادار می سازد تا در رشد سینمای تاجیک سهمگذار باشد، زیرا سینما بخش از فرهنگ فراگیر و مؤثر مردم تاجیک بوده، برای معرفی فرهنگ و تمدن نقش زیاد دارد. این کینو فستیوال نا وجود آمد و این بار دیوم است که آر جاسی میکنند و این باته برای رشد کینوی خیلی مهم، کینوی حجتی یک نقش مهم میبازند. دویمین فستیوال تلویزیونی فیلم های مستند سیما را 5 نفر متخصصان و کارشناسان ساحه حکمی کرده برای انتخاب فیلم ها و معین کردن غالبان موظف شدند. اکنون مراسم جایزه سپاری از روی 10 نامینیسیا شروع گردید. جایزه بخشیده به سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی نصیب دو نفر شد. دلبری نجمیدین تلویزیون تاجیکستان و شرفی کرمتولو از تلویزیون جهان نما. جایزه برای بهترین بازیافت را دو نفر از سینماگران تاجیک سازوار شدند. این هم باشد دلیر امومالی و هاشم رحیم. جایزه توجه تماشابین هم برای دو نفر پیشبینی شده بود که صاحب خود را پیدا کرد. طالب رحمت‌اللهی و سید جعفر سیدزاده سازوار این جایزه شدند. جایزه برای بهترین فیلم درباره حفظ محیط زیست بر رستم غایب، فیلم کوهنور و یا مارکوپولو تقدیم کرده شد. جایزه برای بهترین تنظیم و کار دیزاینری برای فیلم دوستان اسب سازوار نعمت‌الله نعمتوف گردید. بهترین نواربردار نواربردار فیلم گنج مهربان ملک دانسته شد. جایزه بهترین فیلمنامه از روی فیلمنامه دوستان اسب نصیب دولت سفر گردید. بهترین کاری کارگردانی برای فیلم شاه اسماعیل سامونی با کارگردان خدایداد عارفی سپرده شد. در برابر جایزه دیپلم از جانب مؤسسه تلویزیون و تحفه های خاطره‌ای از جانب سرپرستان ما تقدیم می‌گردم. بالاخره شاه جایزه دومین فستیوال فیلم های تلویزیونی مستند سیما، یعنی بهترین فیلم مستند، نصیب فیلم کارگردان شناخته تاجیک نوسیر سعید مرد راه شد. باید گفت که فیلم مرد راهی کارگردان نوسیر سعید از کارنامه‌ای و جانساری های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای نایل شدن به دستاوردهای بی‌نظیر دوران صاحب استقلالی کشور قصه میکند. اگر یک از هدفهای فستیوال دستگیری و معرفی فیلم آفران کسبی و جوان باشد، هدف دیگر قدرشناسی سابقه‌داران و نفران خدمت نشان داده میباشد. از این رو به 18 نفر سابقه‌داران ساحه تلویزیون و سینما که سهمشان در رشد و نموی ساحه ارزنده می باشد با دیپلم فستیوال و تحفه های خاطره‌ای قدر کرده بودند. کی سر سپرده ای متن منو توی